درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز سه‌شنبه 11 مرداد هم میتونیم بگیم بورس یه جورایی دقیقا مانند دیروز پیش رفت و شاخص کل با 0.2% مثبت، شاخص کل هم از 1.1% مثبت. میگم روزایی که مثبته حالا 0.1-0.2، منفی که میشه بالای 1%. متاسفانه این روند رو داریم. ارزش معاملات و همچنین میزان پولی که توسط حقیقی ها از بورس خارج شد هم امروز شاهد بودیم، دقیقا همون روندی که روزهای گذشته ادامه داشته که میبینید. اینم امروز هستش که 1902 میلیارد تومان توسط حقیقی ها باشه 1902 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد امروز بود و اینجا هستش، دوباره میبینید که حقیقی ها امروز 198 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردن. تو خب یه مقدار یه کوچولو نسبت به دیروز کمتر شده بود، اینجا هم یه کوچولو، اینجا اصلا اپسیلونی، از دیروز 1800 میلیارد به 1900 میلیارد که خب چیزی رو عوض نمی‌کنه، یعنی دقیقاً همون روند رو شاهد هستیم. تنها تفاوتی که بازار امروز با بازار دیروز داشت اینجا، یعنی در گروه خودرویی‌ها اتفاق افتاد. مجدداً با اعلام این خبر که دو خودرو شاهین و هایما قراره در بورس کالا به فروش برن، از نیمه معاملات خودرویی ها مثبت شدن، به خاطر اینکه یکی از دلایلی که نمادهای خودرویی به نوعی حالا منفی هستن قیمت دستوری هستش و ضرر زیادی رو از این بابت گویا خودرویی ها تو 2-3 سال گذشته متحمل شدن. چند ماه پیش بحث ارائه خودرو در بورس کالا مطرح شد که مجدداً وزیر سمتون رو دستوری کرد. حالا مجدداً این بحث بالا گرفت و عرض کنم که در بورس کالا قراره ارائه بشه خودروهای خودروسازان، همچنین در آینده نزدیک قراره خودروهای بیشتری ارائه بشه. همین قضیه خب یه مقداری رو بازار امروز تاثیر گذاشت، ولی همونجور که 2-3 روز پیش هم خدمتون گفتم، ما معمولا در برخی ماها مانند محرم، مخصوصا توی اون 10 روز اول محرم، رکود بازار رو در بسیاری از قسمت ها اصلا در کل جامعه شاهد هستیم. هفته آینده خب ما بحث تعطیلات ایام عاشورا رو داریم، 2 روز کاری تعطیله، بنابراین هفته آینده رو با 3 روز کاری ادامه میدیم. یه دونه فردا هم که هست، یعنی چهارشنبه 12 مرداد هم که در نظر بگیرید، ما طی 2 هفته، یعنی فردا که فردای اون هفته هم که نظر میدیم، فقط 4 روز کاری داریم. به نظر نمیرسه که توی این 4 روز کاری حالا خیلی بخواد تغییرات عجیب غریبی رو داشته باشیم. من بیشتر احتمال میدم که توی این 4 روز کاری ما همین قسمت بمونیم، یعنی حالا نه خیلی بالا بریم نه خیلی پایین بیاییم. خب چند روزی رو روی همین عدد 1,430,000 جلو بریم. البته خب امانت بعدی روی 1,407,000 نشون داده میشه و تا اونجا هم جا داره که الان پایین بیاد، ولی با ترجمه که معاملات خیلی جوندار نیستن در روز و خیلی خریداری وجود نداره، حتی در منفی های سنگین هم الان نمیخرن، بنابراین شاید به اون نقطه نرسیم و چند روزی رو اینجا بمونیم. بعد از اون مهمه که ببینیم چه اتفاق میفته، یعنی بعد از تعطیلات محرم شاید یک خبری اتفاقی استارت خوب بتونه که یکی دو تا کندل سبز خوب رو به جا بگذاره و ما از این شرایط بحرانی نجات پیدا کنیم، وگرنه خب این رکود ادامه خواهد داشت تا اینکه یه جایی بالاخره فرضاً قیمت دلار تغییراتی روش ایجاد بشه یا که یه اتفاقات خاص خبر خاص. فعلا که تتر با 32,099 تومان خیلی تغییراتی را نداره نسبت به روز گذشته. سکه هم 14,833,000 تومان، دیروز 14,800 بود. خب بیت کوین رو میبینید که اونم خیلی تغییر نکرده، روی 23,400 داره
رنج میزنه. اتریوم 53 میلیون و 600 تومن، بیت کوین هم 750 میلیون تومن در حال حاضر در حال معامله هستش، در حالی که امروز شاهد یک کندل سبز خوب و جوندار برای دلار بودیم. شاخص دلار امروز بعد از اینکه تقریبا دو هفته نزولی را طی کرده بود مجددا امروز کندل سبز زد. البته خب این دو هفته بعد از اون موقعی اتفاق افتاد که به صلاح شاخص بیت کوین، شاخص دلار تونست سقف چند ساله گذشته خودش رو بشکنه و به این نقطه رسید، یک روند اصلاحی طی شد. احتمال داره که حالا چند روزی صعودی بشه. حالا این میتواند روی بیت کوین هم تأثیر بذاره. تا کجا صعودی بشه مهمه. اگر که نتونه این مقاومت ها رو بشکنه، الان این مقاومت اینجا و اینجا برش ایجاد شده، اگر این مقاومت ها رو بشکنه بالا بره و این فرض ایجاد بشه که مجددن میخواد بالاتر از سقف قبلی خودش، یعنی این نقطه رو بشکنه بره بالاتر از اینجا، خب بعدن بیت کوین مجددن جا داره که ریزش شاید بیشتری هم داشته باشه. امروز ببینید بیت کوین مانند دیروز و حالا روزهای قبل خیلی جون حرکت نداشته. دلار هم که مقدار حرکت کرده خب قطعا رمقش گرفته شده، ولی اگر دلار حرکتش به سمت بالا شروع بکنه، بیت کوین میتونه که حرکتش به سمت پایین شروع بکنه. حالا بعد روزهای آینده ببینیم که واقعا دلار چه حرکتی رو برای خودش پیش رو خواهد گرفت. تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که واقعا همیشه همراه ما هستید، حتی در روزهایی که واقعا کیفیت ویدیو هم پایین هست، مانند دیروز که دیگه من از شما عذرخواهی میکنم. امیدوارم که روزهای آینده بتونیم ویدیوهای با کیفیت بهتری رو برای شما عزیزان آماده بکنیم. فعلا که در ارزهای دیجیتال و در بورس خیلی خبر چندانی نداریم و بایستی صبر کنیم تا ببینیم که انشالله در آینده چه حرکتی را خواهند داشت. ولی خب هنوز با امیدوار هستیم به این قضیه، این که هر روز برنامه میسازیم و نگاه میکنیم به این بازارها، به این علت هستش که ناامید نشدیم که اینها کلن با مشکل کلی مواجه بشن. بله مشکلات مقطعی وجود داره، همیشه بوده و باز هم هست. در هر حال بورس بازار تقریبا نیمه دولتی هستش در ایران و یه زمانهای دولت خوب حمایت بکنه میاد بالا، زمانهای دولت عملکرد بدی داشته باشه خب میاد پایین. امیدواریم که به سمت خصوصی شدن هم پیش بریم که خیلی دیگه از این داستان ها هم نداشته باشیم. البته خب ارزهای دیجیتال هم این روزها یه مقداری رکود دارن که اونم امیدواریم زودتر برطرف بشه. ممنون از توجه شما، منتظر کامنت و پیاماتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.